سلام بچه ها، به کانال ورد افکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از رازهایی آماده کردم که باورتون نمیشه وجود دارند. بعضی وقتا توی بازی ها شما میتونید به رازها و جزئیاتی دست پیدا بکنید که عمرن باورتون نمیشه سازنده ها حتی بهش فکر کردن. من امروز به 10 تاشون اشاره میکنم. شماره 10، پیدای 2. اگر بازی های سری پیدای رو انجام داده باشید، به احتمال خیلی زیاد میدونید که مخفی کاری یکی از مهمترین اصول توی این بازیه. بدون اینکه نیروهای امنیتی متوجه بشن، شما باید دست به دست بورد بزنید و ماموریت ها رو انجام بدید. خب، رعایت کردن سکوت توی این بازی ها خیلی خیلی مهمه و شما باید حواستون به المان های زیادی باشه تا اینطوری لو نرید. اما بعضی وقتا سازنده ها میتونن از چیزایی استفاده بکنن تا شما رو لو بدن که حتی فکرش هم نمیتونید بکنید. مثلا توی بازی اگر شما به دستشویی ها برید، از این خشک‌کن های برقی وجود داره که خب میدونید اگر دستتون رو ببرید زیرشون اونا روشن میشن. توی بازی اگر شما بشینید و زیر این خشک‌کن ها برید، اونا شروع میکنن به صدا دادن که همینش به اندازه کافی به نظر من باحاله. اما از اون بحالتر اینه که همین صدای کوچیک باعث میشه تا نگهبان هایی که در اون اطراف هستن سراغ شما بیان و اگر ببیننتون کل نقشتون به باد میره. شماره 9، GTA V. بازی GTA V و یا همون GTA 5 در سال 2013 عرضه شده، ولی ما هنوز داریم راجبش صحبت میکنیم. بازی GTA 6 داره ساخته میشه و هر روزه جزئیات باحالتری از سری GTA میتونیم پیدا بکنیم. مثلا توی بازی GTA V فکر میکنم همه تون باید اطلاع داشته باشید که اگر شما با تفنگ به باک ماشین ها شلیک بکنید، بنزین اونا خالی میشه. اما احتمالاً به یه چیز دیگه دقت نکردید. بیایید فرض بکنیم که شما همچین کاری رو انجام دادید، یعنی به باک ماشین ها شلیک کردید. حالا برید سوار ماشین بشید و بعد از زاویه دید اول شخص نگاه بکنید. اونجا اگر شما به آمپر بنزین نگاه بکنید، کاملا میبینید که اون عقربش هی داره کمتر و کمتر میشه، چرا که بنزین داره از باک خارج میشه. حساب بکنید که همچین جزئیاتی رو اونا در سال 2013 توی بازی خودشون قرار داده بودن. ما دیگه توی آخرهای سال 2023 هستیم، یعنی تقریبا داره 11 سال میشه که این بازی عرضه شده ولی همچین جزئیاتی داخلش وجود داره. شماره 8، سیمز 4. به نتردید بدترین بازی که از سری سیمز عرضه شده سیمز 4ه. و تا دلتون بخواد برای این بازی اکسپنشن پک و DLC های مزخرف وجود داره که EA از هر فرصتی استفاده میکرد تا شما را بتیقه. و خب از اونجایی که نزدیک هالووین هستیم و توی این بازی هم یک تم هالووینی وجود داره، میخوام به یک راز خیلی باحالی اشاره بکنم. برای بازی سیمز 4 یک اکسپنشن خاصی عرضه شد به اسم وامپایر پک که کاراکتر شما میتونست تبدیل به وامپایر و یا همون خوناشام باشه. اما خب یه موضوعی در مورد خوناشام ها وجود داره که شاید بعضی ازش اطلاع نداشته باشم. یکی از ویژگی هایی که اونا دارن اینه که انعکاسشون توی آینه نمیافته. به همین دلیل اگر شما توی این بازی کاراکتر وامپایر درست بکنید و بعد نزدیک آینه برید، در کمال تعجب متوجه میشید که انعکاس شما روی آینه نشون داده نمیشه. خب نشون میده شما یک وامپایر و خونشام هستید. اما متاسفانه افرادی که کنارتون هستن بعد از دیدن این قضیه ظاهرا بهش توجهی نمیکنن، چرا که اصلا ازتون نمیترسن. شماره 7، لست واس پارت 2. درسته که به بازی لست واس پارت 2 تا دلتون بخواد میشه انتقاد وارد کرد، اما این قضیه رو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که توی اون جزئیات و رازهای فوق‌العاده‌ای وجود داره. یکی از چیزایی که فکر میکنم خیلی طالبش فکر نکردن اینونتوریه. یه بازی هایی که میدونید حالت آخر زمانی داره، شما مجبورید وسیله های مختلف رو جمع بکنید تا با استفاده از اونا کرافت انجام بدید. اما اصلا بهش فکر کردید این وسیله هایی که جمع میکنید رو کجا میذارید و چه بلایی ممکنه سرشون بیاد؟ خب یه بازی لست واس پارت 2 یه جورایی اومدن به این قضیه اشاره کردن. یه اون بازی شما میتونید مثلا قوطی های نوشابه رو بردارید، بهش نگاه بندازید، اون کاغذی که روش کشیده شده تقریبا سالمه. اما خب حالا بیاید یک آزمایش رو انجام بدیم. بیایید با کاراکترمون بریم داخل آب. منطقا لباسای شما و بخشی از میدونید کیفتون خیس شده. اگر شما حالا دوباره به اون قوطی نگاه بکنید، میبینید که اون کاغذی که روش نوشته شده بود حالا کاملا خیس شده. شماره 6، هیتمن 3. همه میدونیم که توی بازی های سری هیتمن ایسترک های باحالی وجود داره و حتی جزئیات خفنی رو هم توش رعایت کردن. اما چیزی که من میخوام امروز بهش اشاره بکنم هم باحاله و هم ممکنه یه جورایی میدونید شما رو ناراحت بکنه، چرا که توی هیتمن 3 در این مرحله شما اگر کامپیوتر رو هک بکنید، میتونید یکی از اون سربازهای بدبختی که در اونجا کار میکنه، یعنی جرمی رو اخراج بکنید.
که اگر این کار رو انجام بدید اون به مادر خودش زنگ میزنه و میگه که اخراج شده. خب حالش خیلی بده و به پیشنهاد مادرش سعی میکنه با یکی از بستگانشون صحبت بکنه تا اون براش یک کار جدید پیدا بکنه. اما ظاهرا جرمی خیلی خیلی ناراحت شده. فقط کافیه اون رو دنبال بکنید تا ببینید خودش رو به این قسمت بالکن میرسونه. شاید اول فکر کنید اون میخواد یک سیگاری چیزی بکشه، اما نه، اون انقدر این فشار روش زیاده که متاسفانه تصمیم میگیره از اونجا بپره پایین و به زندگی خودش پایان بده. شماره 5، پروژکت زامبوید. خب بازی پروژکت زامبوید یک بازی پیچیده است که اون کلی چیزهای عجیب و غریب وجود داره، اما با این حال که اون رازهای باحالی هم شما میتونید پیدا بکنید. یکی از اتفاقاتی که داخل اون بازی براتون رخ میده اینه که شما همسر خودتون رو از دست میدید. هر کاری بکنید اون در طول داستان بازی تبدیل به زامبی میشه. خب بیاید یک نگاهی به منوی بازی بندازیم که به نظر یک منوی خیلی احساسی میاد، درسته؟ شوهری که ظاهرا همسر خودش رو بغل کرده، اما اگر شما یه ذره صبر بکنید و منتظر بشید که یک رعد و برق بزنه، اون موقع نور میتابه و میتونید به صورت کامل ببینید که اون کسی که تا حالا توی منو بوده یک شوهری نیست که خیلی به همسرش علاقه داشته باشه، چرا که با روشن شدن صفحه شما میتونید ببینید که اون تبدیل به زامبی شده و حالا داره همسر خودش رو میخوره. شماره 4، سنایپر الیت 3. اگر سری بازی های سنایپر الیت رو انجام داده باشید احتمالا میدونید که شلیک کردن به سربازای دشمن چقدر میتونه لذت بخش باشه. وقتی که شما تیر رو میبینید و صحنه آهسته شده و بعد میتونید جمجمه اونا رو بتر کنید، اما خب فقط شما سراغ جمجمه نمیتونید برید، میتونید مثلا به بیزه های اون بدبخت ها هم شلیک بکنید. یه نکته باحال دیگه که در مورد سری سنایپر الیت وجود داره اینه که به شما اجازه میده تا سراغ هیتلر برید و حتی اون رو هم بکشید. یعنی به جز بازی اول توی بقیه بازی های سنایپر الیت شما میتونید این کار رو انجام بدید. اما خب بریم سراغ نسخه سوم این بازی، جایی که خب هیتلر وجود داره و اکثرا ملت یه شلیک میکنن به سرش و کار رو تموم میکنن. اما شما اگر خیلی خیلی از هیتلر بدتون بیاد میتونید به بیزه های اون شلیک بکنید. یا خب اگر یک نگاهی به صحنه که تیر داره به اونجا میخوره بندازید، ببینید که خب شما فقط میتونید یه دونه توپ رو اونجا ببینید، دوتا نیست. چرا؟ چون یه شایعه وجود داره که میگفتن هیتلر بیزه هاش دوتا توپ دونید نداره، یه دونه داره. به همین دلیل سنایپر الیت اومده همچین چیزی رو به تصویر کشیده. شماره 3، اینجاستیس 2. اینجاستیس 2 یک بازی فایتینگ که واقعا جذابه، شما میتونید ازش لذت ببرید، مخصوصا اگر از جمله طرفدارای دی سی باشید. یه نکته که باید خیلی در مورد اینجاستیس بدونن اینه که سازنده اون بازی دقیقاً سازنده مورتال کامبات، ولی توی بازی اینجاستیس از اونجایی که کاراکترای دی سی وجود دارن اون خشونت مورتال کامبات به هیچ عنوان به چشم نمیخوره، که خب این ایرادی نداره، چرا که نشون میده نذررالم استودیو میتونه تنوع‌های متعددی رو توی بازی‌های خودش ایجاد بکنه. اما با این حال اونا همیشه ارادت خاصی به مورتال کامبات دارن و حتی شما میتونید این قضیه رو توی بازی اینجاستیس 2 پیدا بکنید، چرا که شما اگر به این استیج بیایید و بعد دشمن خودتون رو هی به اون سینما بکوبید، متوجه میشید تابلویی که روی سینما هست یه سری از حروفش میفته و بعد یک جمله خیلی آشنا روش نقش میگیره که نوشته فینیشیم. اگر بازی های مورتال کامبات انجام داده باشید احتمالا میدونید که بعد از برنده شدن بازی با یک صدای خفنی بهتون میگه فینیشیم یا فینیشر، که یعنی کارش رو تموم بکن و بعدش شما میتونید فیتالتی بزنید. شماره 2، استارفیلد. اما خب بریم سراغ استارفیلد، جدیدترین بازی که توسط بتسدا تولید شده و نمیدونم چرا خیلی انتظار داشتن این بازی یه چیزی فراتر از RPG که تا الان بتسدا درست کرده و انتظار داشتن که بیاد صنعت RPG رو کلن از این رو به اون رو بکنه. خب توی بازی استارفیلد هم شما میتونید چیزهای باحالی رو ببینید، مثلا وقتی که دارید توی فضا میگردید میتونید به سفینه های بقیه حمله بکنید. زمانی که تقریبا کار اون سفینه تموم شده شما میتونید سوار سفینه حریف بشید. خب به خاطر صدماتی که وارد شده تقریبا دیگه اونجا جاذبه وجود نداره و شما روی هوا معلق هستید. اما خب اینجاست که شما میتونید یه اتفاق باحالی رو ببینید. اگر شما از سفنگ‌هایی که لگد زیادی میزنن و قدرت زیادی دارن استفاده بکنید و بعد چلیک بکنید، ببینید که کاراکترتون به عقب رونده میشه. خب از نظر من یه جزئیات خیلی باحاله و هیچ کس انتظارش رو نداشت که بتسدا بخواد همچین چیزایی رو رعایت بکنه. شماره 1، مورتال کامبات 1.
جدیدترین بازی که ندرن عرضه کرده که درسته به داستان اون میشه ایراد وارد کرد، اما انصافا گیم پلیش خیلی جذابه و حتی میتونید بفهمید که سازنده ها به چه چیزهایی دقت کردن. در واقع جزئیاتی رو رعایت کردن که به هیچ عنوان کسی ازشون انتظار نداشت. به عنوان مثال وقتی که شما دارید توی خونه جانی کیج مبارزه میکنید، اگر به دیوار نگاه بکنید میتونید شمشیر کنشی رو ببینید که خب توی داستان بازی ما فهمیدیم این شمشیر به دیوار خونه کنشیه. اما اگر شما با خود کنشی توی این مرحله بخواید مبارزه بکنید و به دیوار نگاه بکنید، میبینید که دیگه شمشیر اونجا وجود نداره. یا مثلا توی این مرحله وقتی که شما دارید مبارزه میکنید، در بک‌گراند سیندل و ملینا روی تخت نشستن. اگر شما از ملینا توی این مبارزه استفاده بکنید، اون روی تخت نیست. اگر از سیندل استفاده بکنید، ملینا روی تخته ولی دیگه سیندل روی تخت نیست. و اگر بخواید از هر دوتاشون استفاده بکنید، ببینید اون تختهایی که توی بک‌گراند هستن به صورت کامل خالی شدن. و خب اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما مورد دیگه ای سراغ دارید؟ اگر توی کامنت ها بشه اشاره بکنید. در هر حال اگر ما ویدیو حال کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. عرض میکنم سخوی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.